شهبانو فرح پهلوی به مناسبت سال روز فرمان کشف هجاب گفته امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم. هم. شهبانو فرح پهلوی سال روز فرمان رضاشاه مبنی بر منع هجاب و برداشتن هجاب از سر و صورت زنان و به روزی توصیف کرده که مبارزه برای آزادی زنهای ایرانی که پیش از انقلاب مشروطیت آغاز شده بود به سمر رسیده شهبانو فرح پهلوی در این بیانیه که به مناسبت سال روز 17 همه دیه 1314 منتشر شده تاکید کرده امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم هم. در این بیانیه اومده به مادران خاوران مادران پارک لاله مادران آبان و همه مادران سوگواری میاندیشم که فرزندانشان در این چهاردهه دهه تاریک به دست نیروهای ظلمت از پا آمدند به همه جوانانی میاندیشم که آرزوی جز سربلندی ایران نداشتند و در راه آزادی و رهایی جان باختند شهبانو همچنین با بیان اینکه امروز مردم جهان بیشتر از همیشه در کنار ایران و زنان ایرانی ایستادند و صدای آنها را به گوش جهان میرسانند و با یادآوری تاریخ مبارزات زنان ایران که به فرمان منع هجاب منجر شد نوشته زن ایرانی به برکت درایت و دوراندیشی رضا شاه بزرگ به صحنه اجتماع و تاریخ گام نهاد و با برخورداری از حقوق برابر سیاسی و اجتماعی در دوران پادشاهی شاهنشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی در پیشرفت و سازندگی و ترقی ایران سهمی بزرگ و سزاوار به عهده گرفت. شهبانو با تاکید بر اینکه روز 17 دی ماه در گاهنامه سیاسی ایرانی ها روز جاویدانی است با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی نور بر تاریکی و دستیابی به آزادی نوشته امروز که روز 17 دی ماهه من مثل همیشه در ایرانم. دیروز را در برابر امروز میگذارم و به زنان ایرانی می اندیشم. روز چهارشنبه عکسی از شهبانو فرح پهلوی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که لباس مد آزادی که نازنین بنیادی اونو با الهام از زنان شجاع ایرانی طراحی کرده بود تنداشت. زنان ایرانی نخستین گروه بزرگ از معترضان به سیاست جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 بودند که 17 اسفند 1357 راهپیمایی گسترده علیه اجباری شدن هجاب برگزار کردن و مبارزه با قوانین و سیاست های ضد زن و تاکنون ادامه دادن در طول سالیان گذشته جنبش زنان ایران یکی از پیشروترین جنبش های مبارزاتی در ایران بوده از اواخر دهه 80 و در طول دهه 90 جنبش زنها بیش از پیش با جنبش دادخواهی گره خورد و گروه هایی چون مادران پارکلاله، مادران دادخواه و مادران آبان 98 شکل گرفت. از سوی مبارزه علیه هجاب اجباری در کمپین هایی از جمله نه به هجاب اجباری و چهارشنبه های سفید شدت گرفت. ششم دی 96 ویدا موحد با بر سر چوب زدن روسریش و ایستادن بر جعبه پست برق در خیابون انقلاب تهران جنبشی را آغاز کرد که به نام دختران خیابان انقلاب مشهور شد. بگذارید حرف بزنیم تازه ترین کمپین زنان ایرانه که در شبکه های اجتماعی در جریانه. مسئله پوشش اجباری و محدودیت های ناشی از قوانین شرعی برای زنان در جامعه بین المللی رو مطرح کرده و طی اون زنان با انتشار اکس های از دوران کودکی یا نوجوانیشون در حالی که پوشیده در هجاب اجباریان در کنار عکس این روزهاشون در پوششی انتخابی و آزاد به زبانهای فارسی و انگلیسی درباره تأثیر حجاب اجباری در زندگیشون می نویسن.

هر که پنج چیز داشت نعمت برو تمامه خدا رو شکر یکی همسر خوبه دور خانه خدای پیر مرد و دور میذاد بعد یک نفر گفت خدا خیلی بوده پدرت و سرشانه گفت نه پسر من گفت نه بابا این که خیلی گفت که بله یک زن سیره چه این روز این دوم فرمودن اولاد صالحه سوم فرمودن که روزی در شهر خودت به دست همین که منبر پیدا مال چه شهر مختلف چهارم فرمودن از چهارم فرمودن یک اخلاق داشته باشی اطرافیان تو رو دوست داشته باشن تو خانه میده خوش جا بیا تو اداره میده پنجم هر چی دینت میگه بگی چش اطاعت به در مادر نیکی بخلص اجازه ما نه هم ایشون باید بدونم شما باید نه شما نفر ازارتن عراق هم اعلام کرده طلب ایران واریز شد وزارت برق عراق از واریز طلب ایران به صندوق اعتباری خبر داده به گزارش تصنیم به نقل از خبرگزاری وا وزارت برق عراق روز پنجشنبه از پرداخت کامل بدهی به ایران بابت واردات گاز از ایران خبر داده در بیانیه وزارت برق عراق اومده آنچه درباره قصد دولت برای تصویه حساب با ایران توسط برخی رسانه ها منتشر شده صحت نداره و آنچه وزارت برق اعلام کرده این بوده که آماده پرداخت همه بدهی ها به ایران بابت واردات گاز از ایران هستش. وزارت برق در ادامه افزوده وزارت برق تمام بدهی خود بابت واردات گاز از ایران به جز ماه دسامبر 2021 و به صندوق اعتباری واریز کرده این وزارت خونه از همه خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای خواسته اظهارات مطرح شده رو تقطیع نکرده و موجب گمراه کردن افکار عمومی با اخبار کاذب نشد

جهانگیری معاون اول سابقه روحانی بوده و گفته شورای نگهبان منو در سال 96 تایید کرده چهار سال بعدم منو رد صلاحیت کرده دلیلش چی بوده؟ یکی از برادرها از نهادهای امنیتی با من صحبت کرده من بهش گفتم نمیدونم چرا من خودم و میشناسم من از نظر اقتصادی و مدیریتی پروندم روشنه هیچ دقدقهی هم ندارم ولی این کارا به ضرر شورای نگهبانه توی یه دیگه هم گفته بودم هر دلیلی هست و منتشر کنیم الانم میگم دلیلشو به من بگید وگرنه کار به جای باریک میکشه در واقع روزی نیست که مسئولین رژیم آخوندی خودشون به جون خودشون نیفتاده باشن با امید به اینکه این درگیری ها به نابودیشون بیانجامه و کشور عزیزمون ایران آزاد بشه درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید